بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه بحث در حدیث 103 صفت که پیغمبر اکرم خطاب به امیر مؤمنان درباره اوصاف مؤمن کامل الایمان بیان فرمود، به دو وصف دیگر میرسیم. واقعا این مجموعه اوصاف 103 گانه عنوان مؤمن کامل الایمان این مجموعه است برای کسانی که میخوان سیر و سلوک الله کنن و راهکار میخوان، دستور میخوان، استاد میخوان. همه چیز در اینجا بیان شده. مرد راه باش و این راه رو طی کن، ولا راه روشنه. دو وصف دیگر در ادامه بحث های گذشته فرمود متواصلن الال اخوان، مترادفن للاحسان. مرد کامل الایمان کسی است که رابطه محکمی با برادران دینی دارد، تواصل داره، وصل و ارتباط و پیوند داره با برادران دینی. متواصلن الالاخوان و به دنبالش مترادفن الالاحسان، نسبت به اونها هم یکی میکنه. کسی که رابطه اخوتش محکم باشه و رابطه احسانش و نیکوکاریش روشن باشد، این نشانه هایی از مؤمن کامل الایمان داره. بحث اخوت در قرآن و در روایات در اسلام خیلی مهم است. اخوت دینی و اخوت اسلامی. من یه نشانه های زنده و روشنی خدمتتون برای اهمیت این مطلب عرض کنم. یکی این است، در 4 سوره قرآن، اعراف، هود، نمل، عنکبوت، اعراف و هود و نمل و عنکبوت، جمعی از پیغمبران خدا به عنوان ارسلنا الیهم اخاهم شعیبن، اخاهم صالحن، اخاهم هودن، پیغمبران رو به عنوان برادر امتها، تازه امتی که هنوز ایمان نیاورده بوده. با اینکه هنوز ایمان نیاورده بوده میفرماید برادرشون شعیب رو به سوی اینها فرستادیم که این قوم کافر مؤمن بشن. برادرشون هود، برادرشون صالح، پیغمبران برادر امتها معرفی میکنه، اونم امتهایی که هنوز ایمانشون کامل نشده. باز ملاحظه میکنیم قرآن مجید میفرماید انما المؤمنون اخوه، انما حصر دیگه، فقط برادرن. فقط برادرن یعنی همه چیز تو برادری هست. فقط برادرن، برادر شدن، همه چیز در این برادری هست. فاصله بین اخویکم، دو تا برادرتون به هم دعوا کردن، یکی ظالمی که مظلوم، دعوا به بخره یه طرف ظالمه یا هر دو طرف ظالمن، در این حال میگه اخویکم، تعبیر به برادر میکنه در این که ظالم و مظلومی هم در کار هست. فاصله بین اخویکم،
باز از این مهمتر درباره مسئله قصاص، ملکون فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، بسیار خوب. قصاص مایه حیات و حفظ دماء و جلوگیری از تکرار، ولی میگه در عین اینکه قصاص یکی از اصول اسلامه، اگر عفو بکنید سلام نکن، اگر عفو بکنید بهتره. بعد میفرماید فمن عفی له من اخیه، این من اخیه، این اخ در اینجا کی؟ همون قاتله، قاتل رو اخ شمرده. فمن عفی له من اخیه شیئون فعدان الیه بالمعروف. خب قاتل و ارباب دم و برادر هم شمرده. حالا اگر این برادر با اون برادر در دو سمت مخالف واقع شده، یکی قاتل است و یکی ارباب دم، اینها رو برادر یکدیگر میشماره دیگه، تکلیف بقیه رو روشن است. فمن عفی له من اخیه شیئا فاتباع بالمعروف و اداء الیه بإحسان. ارباب دم رو اخ شمرده، قاتل و اخ دوم شمرده، اینا رو دو برادر هم شمرده. معلوم میشه این رشته اخوت به قدری محکمه که حتی با این چیزها هم از میان نمی رود. مسئله اخوت اسلامی میدانید دو شاخه داره، اخوت عام اخوت خاص. اخوت عام انما المؤمنون اخوه، همه کوچک بزرگ عالم جاهل، حتی گفتیم قاتل ارباب دم، اینا همه انما المؤمنون اخوه، این اخوت عام. یه اخوت خاص هم داریم، نمونش همان بود که پیغمبر در میان مهاجرین انصار برقرار کرد، علاوه بر اون اخوت عمومه و اخوت خصوصی هم پیغمبر آورد. و همه میدانیم علی علیه السلام رو کنار گذاشته بود، پیوند برادریش رو با هیچ کس نبست. علی عرض کرد یا رسول الله، برای همه برادری انتخاب کردی، برای من چی؟ همه نوشتن اهل سنت چیه؟ همه حضرت فرمودن تأخیف دنیا و الاخرت، و برادر منی، من تو را گذاشتم که پیمان اخوت رو میان تو و خودم برقرار کنم. و علیون اخو رسول الله. و همین پیمان خاص اخوت هم میبینیم در روز عید قدیر، شاید به تناسب همین مسئله باشد، افراد با هم پیمان اخوت میبندند و عقد اخوت میخوانند، پیمان خاصی. اسلام حتی پیوند عام اخوت رو نگفته، پیوند خاص اخوت رو هم بیان کرده. برادری در اسلام خیلی مهمه. بعضی از فرق بودن، کمونیست ها سلام، اونها برنامه شون طوری بود که بخواستن امتیازات رو حذف کنن. بعد از آنی که همه امتیازات حذف کردن، یک دیگر رو رفیق صدا می زدن، رفیق فلان، رفیق فلان، رئیس جمهور رفیق می گفتن، افراد عادی رفیق می گفتن. این بعد از 1300 سال، ولی قبل از اون به جای کلمه رفیق اخوت در اسلام به کار برده شده که خیلی معنیش عمیق تره، نزدیکترین پیوند عاطفی میان دو بشر بر اساس مساوات اخوت. نزدیکترین پیوند عاطفی میان دو انسان بر اساس مساوات اخوت.
اسلام این عنوان رو انتخاب کرده، دیگه از این نزدیکتر نیست. بله، گفتن که حتی منافقین هم دیگر رفیق صدا میزن. خب ادامه همون حرکت سابق است که همونطور که اونها متلاشی شدن، اینها هم متلاشی شدن. حالا من دو حدیث اینجا برای شما بخوانم. یه حدیث اخوت رو معنی میکنه، یه حدیث وظائف اخوت. یکیش معنی اخوته، یکی وظائف اخوت. حدیث اول از امام عسکری علیه السلام می فرماید، نامه ای نوشت به اهل قم. در اون نامه عبارت اینه: یقول العالم، عالم مراد امام حسن عسکری زمان تقیه بوده، عالم المؤمن اخو المؤمن لأمه و ابیه. مؤمن برادر مؤمنه از یک پدر و مادر. یعنی خیال نکنید این یک قوت تشریفاتیه به قدری عمیقه که مثل این که از یک پدر و مادر متولد شدن، اینقدر اخوت اسلامی عمیقه. میره کنار اخوت نسبی می نشینه، در کنار اخوت نسبی قرار میگیره. اخون لامن، اخو المؤمن لامه و ابی. کوتاه کنم و اما روایتی که وظائف رو میگه، شش تا وظیفه برای برادران مؤمن، خواهران مؤمنه در مقابل یکدیگر بیان میکنه. حدیث، حدیثی است از امام صادق علیه السلام. فرمود المؤمن اخو المؤمن، مؤمن برادر مؤمنه. عینه و دلیله، به منزله چشم اوست. آدم با چشمش دوست و دشمن رو میبینه. تو هم باید دوست و دشمن برادر مؤمنتو ببینی، بگو بگی. با چشمت شما خوب و بد و راه و چاه و خیر و شر رو میبینی. خب تو چشم برادر مؤمنت هستی، برای او هم راه و چاه رو ببین، خیر و شر رو ببین، خوب و بد رو ببین، بهش اطلاع بدی. و دلیل او، تنها کار اطلاعاتی لازم نیست بکنی، علاوه بر این دلیل و راهنما هم باش. راه بهش نشون بده، چاه بهش نشون بده، دستشو بگیر، همراه خودت ببر. کاروانهایی که حرکت میکردن در سابق، جاده ها جاده های گم و کوری بود، مردم نبود مثل حالا. دلیل راه برمیداشتن که راه رو گم نکنن. دلیل راه برادر مؤمنت باش. این دو، لا یخونه. سوم این از کرگز به برادر مؤمنش خیانت نمی کنه. ولا یظلمه، چهارم این که هرگز ظلم و ستمی به اون نمی کنه. ولا یغشه، غش تدلیس درباره او نمی کنه. نقطه مقابل غش نصح، نصیحت یعنی خیرخواهی. غش یعنی غل و غش داشتن، تقلب داشتن، مشوب کردن، قاطی کردن. نص یعنی خالص، اللبن و ناسه این خالص. بنابراین هرگز غش نمی کن. ششم، ولا یعده عدتن فیخلفه، وعده ای که خلافش بکنه به برادر مسلمانش نمیده. یعنی خودش در مقابل تمام وعده ها، قرارداد ها، پیمان ها، برنامه ها
مسئول میدانه. مؤمن در مقابل برادر مؤمن چنینه. این یکی از اوصاف 103 گانه مؤمن کامل ایمان بود. یعنی 103 رو تقسیم بکنیم یه دونه از اونها بود. و چقدر ابعاد گسترده‌ای داره. راجع به مسئله احسانش مثل این که وقتمون تمام شد انشاءالله هفته آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم یا حمید و حق محمد و یا علی و حق علی و یا فاطر و حق فاطمه و یا محسن و حق الحسن و یا قدیم الاحسان و حق الحسین. اللهم ارزقنا ایمانا کاملا و یقینا صادقا و علما نافعا و قلبا خاشعا و لسانا ذاکرا و رزقا حلالا واسعا. خداوندا سلام و درود ما را به پیشگاه امام زمانمان برسان. خداوندا اون دستهای آلودهی که قبرهای مقدس ائمه معصومین رو در بقیع و سپس بازماندگان همونها در سامرا تخریب کردن، دست اونها را از مقدسات اسلام قطع و کوتاه بفرما.